سرخط خبرها. انفجار خودروی انتحاری در ستاد نیروی انتظامی چابهار دو کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. وزیر خارجه ایران میگوید بی پاسخ نمیماند. مذاکرات اوپک در وین برای مقابله با افت قیمت نفت. جلسه امروز بدون نتیجه رسمی به پایان رسید. ادامه کشمکش بر سر آرای انتخابات پارلمانی در کابل. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید باید باطل شود. و تکمیل گسترده ترین پروژه توالی یابی ژن انسان در بریتانیا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران یک عملیات انتحاری در چابهار در استان سیستان و بلوچستان دست کم دو کشته و 27 زخمی به جا گذاشت. هدف مقر فرماندهی پلیس چابهار بوده. به گفته مقام‌های محلی کشته ها ماموران نیروی انتظامی بودند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی دشمنان خارجی را به حمایت از این حمله متهم کرده. ژیار گل گزارش می‌دهد. صدای مهیب انفجار، لحظاتی بعد ابری از دور دیده می شود. هدف مقر فرماندهی نیروی انتظامی. در این تصاویر که شهروندان چابهار منتشر کردند، پس از انفجار صدای تیراندازی شنیده می شود. امروز حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی، راننده خودروی نیسان بمبگذاری شده در یک عملیات انتحاری ماشین خود را به این مرکز فرماندهی نیروی انتظامی در شهر بندری چابهار در استان سیستان و بلوچستان کوبید. نیروی زمینی سپاه پاسداران فرماندهی امنیت مرزهای این منطقه را به عهده دارد. با نیت اینکه از در وارد بشه به داخل انتظامی بیاد، ولی که جلوی در با مقاومت عزیزان دژوان انتظامی مواجه میشه و همون جلوی در ماشین منفجر میشه. مقام های استانداری سیستان و بلوچستان نام قربانیان را اعلام کردند. در این انفجار دست کم 27 نفر زخمی شدند و فرد مهاجم هم کشته شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خارجی ها را متهم به حمایت از مهاجمان کرده و نوشته تروریست های مورد حمایت خارجی افراد بیگناه را در چابهار کشتند و زخمی کردند. در گذشته هم به صراحت گفته ایم چنین جنایاتی بی مجازات باقی نخواهد ماند. در سال 2010 سرویس های امنیتی ما افرادگرایانی را که از امارات می آمدند ردیابی و بازداشت کردند. در یک دهه گذشته گروه های مسلحی که می گویند برای حقوق سنی های ایران مبارزه می کنند عامل بمبگذاری و حمله به نیروهای امنیتی ایران در استان سیستان و بلوچستان بودند. ژیار گل، بی بی سی. در خبر دیگری از ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید لایحه بودجه سال آینده امروز به مجلس ارائه شد. محمد باقر نوبخت گفته دولت 433 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دارد که از مالیات، واگذاری ها، نفت و غیره تامین خواهد شد. بر اساس این لایحه حقوق کارمندان و بازنشستگان 20% افزایش پیدا می کند. بودجه یارانه نقدی 42 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده. پیش بینی شده فروش نفت از 2 میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند و برای هر بشکه نفت هم 54 دلار در نظر گرفته شده. خبرگزاری قوه قضاییه ایران میگوید حکم انفصال از خدمت ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران تایید شده. آقای سیف پس از بحران قیمت ارز در مرداد ماه از ریاست بانک مرکزی برکنار شد و به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور پولی و بانکی منصوب شد. خبرگزاری میزان نوشته بنا به حکم دیوان اداری ایران آقای سیف دیگر سمت مشاور رئیس جمهوری را هم نمیتواند داشته باشد. یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری وایوی در چین گفته می شود که در کانادا دستگیر شده. دستگیری منگ وانجو به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران عنوان شده. چین با دفاع از خانم منگ خواستار آزادی او شده. کانادا می گوید به درخواست واشنگتن این بازداشت را انجام داده و احتمال می رود که خانم منگ به آمریکا تحویل داده شود.
نشست وزیران نفت کشورهای عضو سازمان اوپک بدون اعلام رسمی نتیجه در وین به پایان رسید. احتمال دارد تصمیم وزرا جمعه بعد از دیدار نمایندگان اوپک با صادرکنندگان نفت غیر اوپک اعلام شود. در پی کاهش قابل توجه قیمت نفت در دو ماه گذشته انتظار می رفت اعضای اوپک تصمیم بگیرند سقف تولید را کاهش دهند، هرچند که ایران و عربستان درباره میزان کاهش تولید و نحوه تقسیم آن بین اعضای اوپک اختلاف داشتند. وزیر نفت ایران با اشاره به تصمیم قطر برای ترک اوپک پس از 57 سال هشدار داده که اوپک با خطر بقا روبروست. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از دبیرخانه اوپک در وین گزارش می‌دهد. وزیر نفت عربستان در شرایطی به نشست اوپک آمد که دیدار شب قبلش با برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تهران را نگران کرده بود. ایران که تحریم‌های آمریکا صادراتش را 1 میلیون بشکه در روز کم کرده می‌گوید اوپک بخشی از وزارت انرژی آمریکا نیست و تا تحریم هست در کاهش تولید مشارکت نمی‌کند. ایران هرگز کاهش جدیدی را در این شرایط برای تولید خودش در شرایط تحریم نخواهد رسید. این نشست میتونه نقشی حیاتی در تعیین آینده اوپک بازی کنه. خروج قطر از یک طرف و فشارهای آمریکا برای پایین نگه داشتن نفت از طرف دیگه باعث میشه که هر تصمیمی به جز کاهش قابل توجه تولید نفت، ضعف و عقب نشینی کشورهای صادرکننده نفت به نظر بیاد. پیش از نشست خیلی ها می گفتند اوپک باید تولیدش را حداقل روزی 1,300,000 بشکه کم کند تا روند کاهش قیمت نفت متوقف شود. ولی حرف‌های وزیر نفت عربستان خیلی‌ها را غافلگیر کرد. با توجه به اعلام کاهش تولید 300,000 بشکه داوطلبانه کانادا، فکر کنم ما فقط باید 1 میلیون بشکه یا حتی کمتر تولید را کم کنیم. گمان می‌رود یکی از دلایل قطر برای ترک اوپک تولید اضافه بر سهمیه عربستان و دیگر صادرکنندگان نفت است. وزیر نفت ایران میگوید بقای اوپک به خطر افتاده. اکروی هایی که داره میشه اوپک رو داره آسیب های جدی بهش میزنه. اینها نشانه های خوبی نیست برای بقای اوپک که داره اتفاق میفته. این نشست اوپک بدون اعلام رسمی نتیجهش تمام شد. وزیران تصمیم گرفتند تا جلسه روز بعد با کشورهای غیر اوپک از جمله روسیه توافق احتمالیشان را فاش نکنند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی، دبیرخانه اوپک در وین. بریم به افغانستان. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در این کشور آرایی که در انتخابات پارلمانی در کابل به صندوق‌ها ریخته شده را باطل اعلام کرده. این کمیسیون میگوید وجود مشکلات جدی در جریان برگزاری انتخابات در کابل عادلانه بودن رأی‌گیری را زیر سوال برده. 4 عضو کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس پیشین کمیسیون کابل هم برکنار شدند. احتمال می‌رود کمیسیون رسیدگی به شکایات آرای برخی از ولایت‌های دیگر را هم باطل کند. روینه رهنوش گزارش می‌دهد. کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی افغانستان می‌گوید 24 دلیل برای ابطال آرای انتخابات پارلمانی کابل دارند. از جمله ثبت 3000 شکایت، مشکلات در استفاده از سیستم بیومتریک در روز انتخابات، اظهارات شماری از متهمین به تقلب و مشکلات در بررسی و شمارش مجدد آرا در کابل. کمیسیون ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کابل با دقت و وسواس بسیار دقیق تمام قضایایی که مربوط به ولایت کابل بود و مشکلات ولایت کابل را تحت بررسی قرار داد که دوسیه های زرد نشان دهنده اینمی مقدار تخلفاتی است که در جریان انتخابات و پیرامون انتخابات در حقیقت اتفاق افتاده صرفا از ولایت کابل. به اساس قانون انتخابات افغانستان فیصله کمیسیون شکایت های انتخاباتی نهایی محسوب می شود. اگر این دوسیه ها را نادیده گرفته شود در حقیقت معناش امی هست که کمیسیون شکایات انتخاباتی فوق العاده منفعل است و یک بار دوش برای مردم شریف افغانستان است. به این خاطر ما میدانیم که عواقب این تصمیم در برخی موارد شاید اضرار خود را داشته باشد، ولی در عین حال برای نهادمندسازی دموکراسی در این کشور نیاز مبرم است که تصامیم یک مقدار قاطعانه اتخاذ شود. کمیسیون مستقل انتخابات اما این تصمیم را سیاسی، احساساتی، عجولانه و بی‌بنیاد خوانده است. گفته است
که این کمیسیون به کار عادی خود در جمع آوری و شمارش آرا ادامه می دهد و در آینده نتایج آن را اعلام خواهد کرد. انتخابات پارلمانی افغانستان 1.5 ماه پیش پس از 3 سال تأخیر با مشکلات زیادی برگزار شد. بی‌نظمی در فهرست رایدهندگان، غیر قابل استفاده بودن دستگاه های بیومتریک، دیرباز شدن مرکز های رایدهی و تقلب از چالش های جدی این انتخابات بودند. انتقادها از کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات پارلمانی در حال مطرح می شود که قرار است حدود 4.5 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. با در نظر داشت مشکلات در انتخابات پارلمانی به نظر می رسد این کمیسیون در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کار دشواری در پیش خواهد داشت. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت امیدوار است مذاکراتی که در استکهلم آغاز شده برای مردم یمن پیام‌آور صلح باشد. این اولین بار در 2 سال گذشته است که نمایندگان دولت و مخالفان حوثی گفتگو می‌کنند. آقای گریفیتس گفته موافقتنامه تبادل اسرا میان دو طرف خانواده‌های زیادی را دوباره به هم رسانده. او به هر دو طرف هشدار داده که سرنوشت یمن در دست آنهاست. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. قلعه یوهانسبرگ در حومه استکهلم، چند هزار کیلومتر دورتر میلیون ها یمنی در محاصره جنگ و در آستانه قحطی به اینجا چشم دوختند. پشت درهای بسته این قلعه آرام مذاکرات برای پایان بخشیدن به جنگ 4 ساله این کشور در جریان است. مذاکراتی که مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن آن را موقعیتی خطیر خوانده. این تلاشی بسیار بزرگ در مقیاس جهانی است برای حل بحران یمن، بحرانی که قابل حل است. اگر این مذاکرات موفقیت‌آمیز نباشد، بیش از نیمی از مردم یمن در شرایط شکننده و در خطر قحطی قرار می‌گیرند. در خط اول کودکانند که آسیب پذیرتر هستند. جنگ تا همین حالا یکی از وخیم‌ترین شرایط انسانی را در یمن رقم زده، کشوری که حتی تا پیش از این منازعه یکی از فقیرترین‌ها در جهان بود. این اولین بار در 2 سال گذشته است که طرف‌های اصلی جنگ یمن، نمایندگان دولت و حوثی‌ها قبول کردند که در مذاکره با یکدیگر حاضر شوند. مذاکراتی که دولت‌های حامی هر کدام از طرف‌ها هم از آن استقبال کردند. بعد از ماه‌ها بن‌بست کامل سیاسی، حالا این مذاکرات امیدهای هرچند کمرنگی برای پایان منازعه به وجود آورده. اقدامات عملی مانند توافق بر سر مبادله زندانیان در راستای عزم طرف‌ها برای پایان بخشیدن به مذاکرات تعبیر شده، چیزی که نماینده سازمان ملل از آن به عنوان راهی برای به هم پیوستن دوباره بسیاری از خانواده‌ها یاد کرده. با وجود ابراز امیدواری درباره نتیجه مذاکرات، اما این هراس وجود دارد که آنچه بر سر مذاکرات صلح سوریه در سال 2014 آمد، این بار هم تکرار شود. ادامه بحران و تشدید آسیب‌های انسانی. هرچند که نماینده سازمان ملل در امور یمن معتقد است این مذاکرات می تواند به نتیجه برسد. بیشتر از خوشبینی نیاز به همت بلند برای حل بحران وجود دارد. فکر می کنم همین که افراد اینجا دور هم جمع شدند، این اعتماد را ایجاد کرده که مذاکرات می تواند سازنده باشد. سازمان ملل امروز مؤکداً خواستار اقدام عملی حوثی‌ها و نمایندگان دولت یمن برای فرونشاندن آتش جنگ شده. هرچند بعید است دستیابی به صلح از راه مذاکرات به سرعت عملی شود، میلیون های یمنی اما فعلا چاره ای جز امید بستن به آنچه پشت این درها می گذرد ندارند. شبنم شبانی، بی بی سی. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. انفجار خودروی انتحاری در ستاد نیروی انتظامی چابهار 2 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. وزیر خارجه ایران گفته بی پاسخ نمی ماند. جلسه امروز اعضای اوپک برای مقابله با کاهش قیمت نفت بدون نتیجه قطعی به پایان رسید. در ادامه برنامه گزارش تازه درباره آلاینده‌های جوی همزمان با برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی در لهستان. با
با شروع اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان تغییر مهم در فدراسیون فوتبال ایران رخ داده. محمد رضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال جای خود را به ابراهیم شکوری راد داده. همچنین شایعاتی در مورد جایگزینی مهدی تاج رئیس فدراسیون منتشر شده بود که بعداً تکذیب شد. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین با ماست. آقای یونسی پور، شما چطور می‌بینید برکناری آقای ساکت رو؟ شاید اولی نتیجه‌اش این باشه که بشه گفت آقای تاج یک پله به برکناری نزدیک‌تر شده. نه تنها یک پله آقای مهدی تاج به برکناری نزدیک‌تر شده، که در حقیقت میشه گفت نهادهای بالادستی فدراسیون فوتبال، شاید وزارت ورزش و همینطور دولت ایران موفق شدن که مهمترین عضو و همراه و یار مهدی تاج رو در فدراسیون فوتبال هدف قرار بدن. زمانی که آقای تاج میخواست رئیس فدراسیون فوتبال ایران بشه، همه در مورد یه طرح پوتین مدودوف در فدراسیون فوتبال صحبت میکردن و میگفتن که مهدی تاج میاد تا علی کفاشیان یه مدت دور باشه و دوباره علی کفاشیان برگرده. اما زمانی که آقای تاج قدرت رو در دست گرفتن، مشخص شد که نه، با پست های متعددی که به محمد رضا ساکت در فدراسیون فوتبال داد و مهمترینش در حقیقت دبیر کلی فدراسیون فوتبال بود، تمامی تلاش خودش رو کرد که محمد رضا ساکت دست راستش باشه. حالا که محمد رضا ساکت رفته، نه تنها قدرت بزرگی از مهدی تاج گرفته شده، که در حقیقت همون چیزی که شما گفتین، خودش هم یک قدم به برکناری و رفتن از فدراسیون فوتبال نزدیک‌تر شد. واکنش فدراسیون فوتبال آسیا رو شما چطور می‌بینید، هم درباره آقای ساکت و هم اگر که آقای تاج برکنار بشه؟ مسئله اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست، مسئله اصلی فدراسیون جهانی فوتبال. فدراسیون جهانی فوتبال نامه‌ای رو ماه گذشته ارسال کردن به فدراسیون فوتبال ایران و ابراز نگرانی کردن از دخالت‌هایی که داره انجام میشه در امور فدراسیون فوتبال. ما یک مرتبه از این دخالت‌ها، از حضور شخص ثالث، یعنی من تأکید می‌کنم شخص ثالث، به خاطر اینکه در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال نوشته شده دخالت هر شخص ثالثی در امور فدراسیون فوتبال کشور. این شخص ثالث میتونه یک نهاد نظامی باشه، یک شخصیت سیاسی باشه، یا هر شخصیت دیگه‌ای در کشور. باعث تعلیق فدراسیون فوتبال خواهد شد و تحریم تیم‌های باشگاهی و ملی. یه مرتبه این اتفاق افتاده. سری بعدی که فدراسیون جهانی فوتبال و نهاد زیردستیش یعنی کنفدراسیون فوتبال آسیا بخوان برخورد بکنن، دیگه به تعلیق فکر نمی‌کنیم بسنده بکنن. بر اساس قوانین احتمالاً تحریم تیم‌های ملی خواهیم داشت. تیم ملی فوتبال ایران باید در فاصله 40 روز دیگه در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شرکت بکنه و قطع به یقین برکناری مهدی تاج با توجه به رایزنی‌های متعددی که با فدراسیون جهانی فوتبال داشته و خود آقای تاج بر اساس شواهدی که وجود داره، تمامی فشارهای دولتی و همینطور فشارهایی که طی ماه‌های اخیر برای برکناریش بوده رو به اطلاع فدراسیون جهانی فوتبال رسونده، قطعاً فوتبال ملی ایران تعلیق و بعد تیم ملی فوتبال ایران از حضور در جام ملت‌های آسیا تحریم خواهد شد. ممنونم ازتون. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی. همچنان در ایران، فرج الله حیدری از مدیران فیلمبرداری سینمای ایران در 62 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. آقای حیدری کار در سینما را حدود نیم قرن پیش به عنوان دستیار فیلمبردار در فیلم کوچه مردها آغاز کرده بود. در کارنامه فرج الله حیدری مدیریت فیلمبرداری بیش از 30 فیلم سینمایی دیده می شود، از جمله بایکوت، ناصرالدین شاه آکتور سینما و روز شیطان. نامزدهای 76مین دوره جایزه گلدن گلوب امروز در مراسمی در هتل بورلی هیلتون هالیوود اعلام شد. فیلم معاون که به برهه‌ای از زندگی دیک چنی، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا می‌پردازد، با نامزدی در 6 رشته در صدر فهرست نامزدهای این دوره است. برندگان نهایی گلدن گلوب با رأی بیش از 90 روزنامه‌نگار رسانه‌های غیر آمریکایی هالیوود تعیین می‌شوند. مراسم اعطای جوایز 1 ماه دیگر خواهد بود. به رغم وقفه‌ای که کوتاه مدت بوده و در انتشار گازهای خطرناک گلخانه‌ای در جو زمین
اتفاق افتاده بود، حالا این گازها افزایش پیدا کردن، گازهایی که جهان را بیش از پیش به طرف گرمای بیشتر و تغییر اقلیم سوق می‌دهند. گزارش یک مؤسسه علمی مرجع نشان می‌دهد که صنایع زغال‌سنگ در چین و هند امسال بیشترین آلایندگی را ایجاد کردند. این گزارش همزمان با کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی منتشر شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. گروهی از زنان دلنگران تغییر اقلیم اینجا در کنفرانس جهانی مرتبط با این تغییرات میزنند و میرقصند، بلکه دلهایشان بر اثر گزارش‌های نگران کننده جدید خالی نشود. اما آنچه در گزارش امروز یک مؤسسه تحقیقاتی مرجع آمده، عرق سردی بر پیشانی آنهایی نشاند که امیدوار بودند اراده تازه‌ای برای مقابله با تغییر اقلیم و خطر گازهای گلخانه‌ای که باعث آن می‌شود به وجود آمده. این جدول در مؤسسه جهانی کربن برآوردی کرد از میزان انتشار دیوکسید کربن در جو زمین در سال 2018 که بالای 30 میلیارد تن بوده تنها در یک سال، و نشون میده که کدوم کشورها و مناطق بازیگران اصلی بودند. آمریکا نسبت به سال 1960 تغییر چندانی در انتشار گازهای دیوکسید کربن نداشته. اروپا هم در طول سالیان گذشته روندی ثابت داشته، اما چین رو نگاه کنید که از انتشار بسیار کم گازهای دی اکسید کربن در دهه 60 میلادی حالا به کجا رسیده. و اما هند که بازیگری هستش که به زودی و در طی دهه‌های آینده به شدت بر انتشار گازهای دی اکسید کربنش اضافه خواهد کرد، و این بقیه کشورهای دنیا هستن و میزان گازهای دی اکسید کربنی که انتشار میدن و سیری به شدت صعودی داره. دولت‌هایی که نگران تأثیر مستقیم تغییر اقلیم هستند به همراه فعالان محیط زیست میکوشن امیدها را زنده نگه دارند. امیدواریم بتونیم سر قواعد کار به توافق برسیم. تجربه ما از این مذاکرات نشون میده خیلی از کشورها اثرات تغییر اقلیم رو نه فقط در سطح جهان، بلکه به عنوان مسئله ملی به وضوح میبینن. در گزارش نوشتاری و تصویری مؤسسه جهانی کربن به نقش دیوکسید کربن در حفظ تعادل طبیعت اشاره شده که چگونه دیوکسید کربن بین زمین و آب و هوا در طول میلیون ها سال گردشی ثابت داشته. اما با شروع انقلاب صنعتی و استخراج نفت و زغال سنگ از سطح زمین، گازهای دی اکسید کربن زیادی در جو زمین منتشر شدند، مخصوصا از سمت صنایع زغال سنگ که بسیار آلاینده هستند. وقتی این دی اکسید کربن وارد جو زمین میشه، غلظتش میره بالا. وقتی غلظت دی اکسید کربن بره بالا، تعادل طبیعت رو به هم میزنه و این چرخه از بین میره. و در طول 200 سالی که از انقلاب صنعتی میگذره میبینیم که غلظت دی اکسید کربن در جو زمین 1.5 برابر بیشتر شده. طبق گزارش مؤسسه جهانی کربن، انباشت دی اکسید کربن در جو زمین باعث شده که حرارت نور خورشید در جو زمین محبوس بمونه و کم کم متوسط حرارت زمین رو بالا ببره. الان حدود 1.5 درجه نسبت به دوران انقلاب صنعتی گرمای زمین بیشتر شده. ما با یک فاجعه دستساز بشر در مقیاسی جهانی روبرو هستیم. تغییرات اقلیمی بزرگترین خطری است که در هزاران سال گذشته انسان را تهدید می کند. اگر امروز برای مقابله با آن اقدام نکنیم، با فروپاشی تمدن‌های خود و انقراض موجودات کره زمین روبرو خواهیم شد. نفوذ کلام دیوید اتنبرو زیاد است، ولی در حدی نیست که سیاست‌های راهبردی خیلی از کشورها را که چشم امید به سوخت فسیلی دارند تغییر دهد. از جمله خود لهستان که میزبان کنفرانس جهانی تغییر اقلیم است، ولی 80% سوخت خود را هنوز از زغال سنگ تأمین می‌کند. ماده‌ای که زمانی دنیا را از عقب افتادگی بیرون کشید، ولی حالا به سمت آینده‌ای به سیاهی خودش سوق می‌دهد. سیاوش اردلان، بی بی سی. و در آخر اینکه دانشمندان بریتانیایی در بزرگترین تحقیق از نوع خود توانستند پروژه توالی‌یابی ژن‌ها را تکمیل کنند. اشکال در ژنوم میتواند موجب اختلالات زیادی در بدن انسان شود. 85,000 داوطلب در این پروژه شرکت کردند. آنها مبتلا به بیماری‌های مختلف از جمله سرطان هستند. البته بسیاری از آنها مداوا و یا درمان شدند. فرگوس واش خبرنگار حوزه پزشکی بی بی سی گزارشی در این زمینه تهیه کرده. اینها افرادی هستند که برای تشخیص کد ژنتیکی خود و تعیین توالی آن داوطلب شدند. آزمایشگاهی در کمبریج که این تحقیقات در آن انجام شده.
بعضی ها مبتلا به سرطانند و دیگران به بیماری های نادر. تحقیقاتی که به درک بهتر عملکرد ژن‌ها و تأثیر آن در سلامتی ما از بد و تولد تا مرگ کمک می‌کند. Inside nearly every one of our cells is a copy of our genome made up of 3 billion pairs of تقریبا توی تک تک سلولای ما نسخه‌ای از ژنوممون نهفته که از 3 میلیارد جفت دی ان ای و 20,000 ژن تشکیل شده. یعنی دستورالعمل کارکرد بدن ما. تعیین توالی اولین ژنوم انسانی 13 سال طول کشید. حالا فقط نیم ساعت طول میکشه. این پیشرفت عظیم در سرعت به این معناست که دانشمندان تونستن با توالی‌یابی 100,000 ژنوم در افرادی که بیماری‌های نادر دارن تا کسانی که سرطان دارن این تحقیقات رو انجام بدن. همراه با هر ژنومی که تحلیل می‌شود، حجم اطلاعات زیادی در این ماشین‌ها ذخیره می‌شود. اما این چه کمکی به افراد و جامعه می‌کند؟ کارن کارتر دو ژنومش را در اختیار این پروژه قرار داده. اول ژنی که با آن به دنیا آمد و بعد دی ان ای از غده سرطانی پستانش، حاوی ژن ناقصی که موجب سرطان شد. با مقایسه ژن او و سایر افراد میتوان توضیح داد که چطور چند نفر دیگر در خانوادهش در سن کم مبتلا به سرطان شدند. دانش قدرت است و ما باید راهی برای پیشرفت پیدا کنیم، چون وقتی به سرطان مبتلا میشین دیگه نگرانی همیشه با شما میمونه. تیلی 6 ساله مبتلا به نوع بیماری کمیاب اختلال مغزی و عضله است که موجب قش و تشنج می شود. دیگر نمیتواند راه برود و در مقابل بچه های دیگر مثل برادرش آرلو پرخاشگر و تهاجمی می شود. تا آنکه تیلی و مادرش در پروژه 100,000 نفره تشخیص ژنوم شرکت کردند و سرانجام با مقایسه دی ان ای آنها به ریشه بیماری او و به دارویی مؤثر برای درمانش دست یافتند. از ماه مارس که تحت مداوا قرار گرفت تغییر چشمگیری کرده. سرش از بین رفته، به طور عادی رشد میکنه. پر از انرژی و اصلا خشن نیست. با برادرش بازی میکنه بدون اینکه بهش حمله کنه. پروژه ژنوم 100,000 نفره تازه اول کار است. از آنجایی که ژنومیکس نقش روزافزونی در تشخیص و درمان بیماری ها پیدا میکند، هدف توالیابی 1,000,000 ژن در طول 5 سال آینده است. از نظر جامعه و آینده بشری این میتونه تحول بزرگی ایجاد کنه. چشمانداز ما اینه که پرونده پزشکی شما با یک مبنای ژنتیکی تعریف بشه و در نتیجه امکان تشخیص دقیقتر و روش درمان دقیقتر برای شما فراهم بشه. اولیویا 3 هفته‌اش است و این نسل اوست که بیشتر از مطالعات ژنتیکی بهره‌مند می شود، زیرا داده هایی که بر اساس این مطالعات به دست می آید به ما اجازه می دهد که سالمتر و بهتر زندگی کنیم. فرگوس واش، بی بی سی نیوز، کمبریج. به پایان این بخش خبر می رسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.